رادیو همراه، بفرمایید. خوب هستید؟ متشکرم، بفرمایید. آقای دکتر، من و همسرم یک سال هست که ازدواج کردیم و هر دومون هم آمریکا هستیم. چند سالتونه؟ من 35 و ایشون 36. بله. و هر دومون هم در حال حاضر کار میکنیم و وقتی که ازدواج کردیم پیشنهاد همسرم یه حساب مشترک باز کردیم که بخشی از حقوقمون رو می‌ریختیم اونجا برای هزینه‌های زندگی. نفهمیدم بخشی چرا؟ دقیقا همون مقداری که برای هزینه‌های زندگی بود. دقیقا من هم سوالم راستش اصلا یعنی چی؟ شما اومدید زندگیتون رو با هم شریک شدید، بدنتون رو با هم شریک شدید، روانتون رو با هم شریک شدید، در آینده احتمالاً بچه‌هاتون رو با هم شریک میشید، پولاتون جداست؟ حالتون خوبه؟ من دقیقا راستش سوالم همینه از شما، که چون با یه مشاور صحبت میکردم که ایران هستن، به من همینو گفتن و خواستم با شما سوال کنم، چون خیلی احساس بدی کردم که ما تا الان اشتباه کردیم. نه اصلا مهم نیست، ازم اشتباه شما ناشی از بدی و بدجنسی نبود، اشتباه شما ناشی از یه برداشت غلط از مفهوم رابطه و مسائل دیگر از جمله موضوعی مالی بوده. من حتی اگر برمیگشتید میگفتید یکیتون 100 میلیون دارید تو این سن و سال که میخواید ازدواج کنید صاحب فرزند میشید، یکیتون هیچی، اگر میفرمودید که یکی اون ماهی 100 هزار دلار در میاریم دوم هیچی، هم میگفتم این دوتا مشترک مال هر دوتونه. شما بدنتون رو با هم شریک شدید، بچهاتون رو با هم شریک میشید، زمین کوفتی ساختمون جهنمی، این مال من اون مال توه، این ماشین من اون ماشین توه، حالتون خوبه؟ مثلا این فهم اصلا معنا نداره. بله، اصلا چه فرقی میکنه؟ چون اگر در این زمینه به خصوص همچنان یه تفاوت و تفکیکی قائلیم، اصلا جایی برای گفتگو نداره. حتی میدونید من برای سن کسانی که میخوان ازدواج کنن صاحب فرزند بشن پرینپچوال اگریمنت رو ابدا باش موافق نیست، مثلا حرفش و ذکرش اصلا مهم نیست، مگر مورد استثنایی. شما من بگید پدر من 100 هزار دلار پول فرستاده، اینجا مال پدرمه، مال برادرمه، پلوی منه، من اونو میخوام جدا کنم، که یه روزی اصلا هر اتفاق افتاد، نه طلاق، اصلا تصادفی، مرگی که دست خودمونم نیست، این پول مشخص باشه مال پدرمه، اونو میتونم بفهمم. استثناء رو که قابل توضیح هست میتونم بفهمم، ولی این که ما داریم جدا هستیم، بخشی از پولمونو برای خرجا. علاوه من همینجا این نکته رو عرض کنم، زن و شوهر با هم این قرار میذارن از ایستا 50 دلار مثلا هر کی هر وقت هر چی دلش خواست خرج کنه. وقتی رسید به مثلا از 50 دلار تا 300 دلار بعد از اینکه خرج کردیم، بگیم من امروز رفتم 170 دلار یه چیزی خریدم. بعد از 300 دلار اول با هم مشورت میکنیم، صحبت میکنیم، بعد خرج میکنیم. همه راحت و آسوده میشه. یک امی در یه حدی با توجه به درآمدتون، اصلا مهم نیست اون دلش میخواد بره قهوه بخره برای دو تا دوستاش هم بخرون، که قرار نیست به شما گزارش بده که من فرض کنید 10 دلار پول قهوه سه نفریمون رو دادم، دادی که دادی، که به شما توضیح بده. از یه عددی که میگذره آدم باید برگرده بگه که من یه هزینه امروز اینو داشتم از حساب مشترکمون، از کریدیت کارت، هر چی هست، ولی از یه حدی که گذشت که با هم قرار میذاره اینو با هم اول مشورت کنیم، که خاطر ما آسوده باشه که تو من تویی که میخوای بری 470 دلار بدی یه چیزی بخری، اول من گفتی که میخوایی 470 دلار پول رو بدی برای این کار، اینم به جهتی که با هم صحبتی گفتگویی داشته باشیم به همین. ولی این که پول من پول تو نیست، من حتی در خصوص زندگی خودم پولی که من داشتم، چون همیشه مقدارم پول نقد بود، همیشه اونجا بود، هیچ وقت بچه های من از من پول نگرفتن، هر وقت خواستم میرفتم وهم داشتن. از بچه کوچیکم بودن، تو سنهایی که هم بودن، سنهایی بالان بودن، مثلا برای من معنا نداشته که من بگم حتی پول من پول اونا. چرسه به این که شما وقتی به صورت زن و شوهر هستید عزیز. درست. من یک سوال دیگه هم در همین مورد پس دارم، در این که اونجایی که مثلا ما طرز اینوست کردنمون توی یه چیزی ممکنه متفاوت باشه، ایشون خیلی ریسک پذیرتر از من هستن، اونجا باید چی کنم؟ باید برید با یکیست که مشاوره صحبت کنید، بعد مثل هر اختلاف نظری که دارید در اثر گفتگو به یه توافقی برسید، بعدم ببینید عزیز چند تا قاعده وجود داره. قاعده اول فرض کنید در خصوص مالی، موضوع اصلی و اساسی حفظ سرمایه است تا درآمد. بنابراین یه اصله. شما من بگید یه جایی کل سرمایه زیر خطر میره، به قول شما ریسک و خطره، این کار درست نیست. دوم مثلا پخش کردن پول است در قسمت‌های مختلف تا اینکه همه رو یه جا جمع کرده. اما بریم سراغ اصلا اصل کار.
اصلا نتیجه روانی اون. هیچ وقت لذت برابر درد نیست، یعنی 10 واحد لذت برابر 1 واحد درد. یعنی اگر یه چیزی 1 واحد شما رو درد میاره ولی برای ایشون 3 واحد 4 واحد لذت داره، ایشون باید کاری بکنن که شما میخواید، چون شما نباید رنج ببرید، شما نباید درد بکشید. ولی اگر شد 20 واحد لذت برای ایشون 1 واحد رنج برای شما، این شما باید بگید من حاضرم این درد رو این رنج رو تحمل کنم و تو اونی که لذت داری ببر. حالا بیا بریم سراغ فرض کن یه سرمایه گذاری. شما اگر بگید همچی سرمایه گذاری و ریسکش منو آزار میده، نگرانم میکنه، برام بذار مشکل خواب و بیخوابی به وجود میاره، ایشون نمیتونه بگه برای که من میخوام پولم در کوتاه مدت 2 برابر بشه بعد برم باشی همچین ماشینی بخرم، میخوام همچین ریسک بکنم. نه، ایشون باید به نفع شما بیاد کنار. چرا؟ برای اینکه درد و رنج شما خیلی نزدیک به لذت ایشون از امیدی که برای آینده داره، و چون برابری لذت و درد در زندگی زن و شوهر نیست، ایشون باید بیاد به سمت شما و شما مبنای کاری. همچنین من بارها شدم تو بحث ها، تو دوست نداری من دوست دارم، نه همچین چیزی نیست. اونی که دوست داره باید ثابت کنه که حداقل 10 برابر لذت این دوست داشتن براش بیشتر از رنج اون آدمه، رنجی که اون آدم توضیح میده و توصیف میکنه. برام حتی تو این گونه موارد هم تکلیف کار روشنه. روزی که شما برگردید بگید که من یه نگاه مثلا محافظه‌کار کنسرواتیوی دارم، همسر من یه ویژگی قبول خطر و ریسکو داره، اولا یه مقدار کلکولیشن ریسک هست، یه مقدار مسئله اقتصادیه که یه ضرب و جمعی خیلی مشخص علمی داره که معلوم میشه به خودمتون نزدیک داره، دوم اگر حتی یه چیزیست که همچنان فاصله شما هست، معمولا اصل درد مرجح بر لذت وارد بحث میشه، و سوم درستش اینه که اونی که میخواد از یه چیزی بهره ببره، لذت ببره، به نفع کسی که رنج ببره حتی ای کمتر هم هست بره کنار. آخر کار شما میگید ازدم من خیلی خوشحال و راحت و راضی نیستم از این ریسک که تو میخوای بکنی، ولی تو اینشون اینقدر اصرار داری برات مهمه، خیلی خوب. یا میتونید فرض کنید یه حداقلی از تضمینی، تأمینی، بیمه ای رو روش بگیرید که خاطرتون آسوده باشه اون خطر جدی که شما فکر میکنی نیست. درست مثل آدمی که فرض کنین $100,000 داره، میگه خیلی خب $50,000 رو میخوای بذاری اونجا بگذار، ولی نه نسبت به $50,000، یعنی که اون $50,000 مال منه، اون بذاریم جدا. دوم اون $50,000 رو یادت باشه با کوچکترین علامت و نشانی که معلوم شد احتمالا سرمایه گذاری غلطیه، حتی های $10,000 ضرر کردی، تو من قول میدی $40,000 رو برم داری میای بیرون، نمیمونی که از بین بری، و بعدم تعهد دیگه بیش از اون 50,000 رو روی این 50,000 بقیه نمیذاری، چون برخ از خود آدم ها میرن این کار رو میکنن، بعد اون دومی رو هم ناچار به اصطلاح پول خوب رو به دنبال پول بد میکشن. یه مقدار نگاه اقتصادی واقع بینانه حتی در جهت انتخاب و تصمیم گیری وجود داره عزیز، که به مقدار زیادی در دنیای اقتصاد و یا اقتصاد خانواده کاملا شناخته شده است، و به همجاست که مشورت چون سبب میشه چراغا رو براتون روشن کنن، یه ایده و عقیده به شما بدن که چه خبری، بسیار بهتون کمک میکنه که بر مبنای اون و بر اساس اون در حقیقت یه انتخابی بکنید که هر دو نسبتا باش هم راحت باشید، هم موجب اشکال و اختلاف تو زندگیتون نشه. ولی آدما اصولا در مورد نگاهشون به پول، یکی $1 براش $7 و یکی $1 براش 20 سنت. اشکال کاری دوم این که آدم ها دوتا مشکل دارن، یکی آدم های نگرانی هستن به دلایل بسیار راجب پول، یه گروهی هستن که خسیسند، نگران نیستن، خسیسی موجب درد و ناراحتیشون میشه. خب اونا رو برخی از اوقات سرای درستش کنیم. چرا؟ برای که اونا تو بقیه قسمت های زندگی هم اثر بد و منفی خودشون رو دارن. یعنی یه فرض رو بر این بگیریم که همسر شما یه مقداری فرض کنید ریسک پذیره، ای بس حالت منیک داره، خب پولا از بین میره، شما ای بس حالت فرض کنید وسواسی و آدم نگرانی هست، خب شما باید برید خودتون درست کنید. ایشون نباید حالت منیک و شیدایی سرخوشیش به خاطر پول، بلکه به خاطر مشکلی که هست، و شما فرض کنید به خاطر اون وسواسی که دارید، حل مسئله وسواس برای که 20 جای دیگه زندگیتون رو هم خراب میکنه باید به دنبالش برید. و به همجاست که غالب اوقات اینا حتی من با بسیاری از دوستان که مشورت کردم تو هم جلسه اول پیداست، یعنی اصلا اینقدر اینا آشکاره، مثل اینکه آدم میفهمه فرض کنید قدتون چقدره یا
سنتون چقدره، کاملا معلومه که درست و غلط ها و خوب و بد ها یا اندازه ها کجاست که بر مبنای اون میشه تصمیم گرفت. بله خیلی ممنون آقای دکتر. اتفاقا من با همسرم چند روز پیش اینو مطرح کردم، ایشون خیلی راغب نبودن، مثلا دوست داشتن که بازم همونطوری سیوینگ رو جدا نگه دارن که مثلا اگه میخوان بعدن یه اینوستمنتی بکنن، مثلا یه بیزینسی راه بندازن که من باش موافق خیلی نباشم، نیم حالا اون نه اصلا از حالا شما دارید درباره مثل آدم هایی که از حال در رجوع طلاق فکر کنن، شما رجوع اختلاف فکر کنید، حتما اشتباهی بزرگ. نه عزیزم، اصلا تو این گونه موارد شما باید به هم نزدیک بشید عزیز. شما برای رفتن مهمونی یکتون که میتونید ساعت 7 برید، یکتون ساعت 11 برید. حتی اگر شما یکتون مهمونی رو اصلا دوست داری برید گره کردید، دوست داری آخه این کارا یه توافقی در این زمینه میشه کرد. ماجرای در حقیقت سازش نیست، ولی ماجرای سازگاری و همکاری و یاری هست. برحال خوش هستم با تون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی واقعا.